veya dolaylı failidir bunlar. Recep Tayyip Erdoğan, رئیس جمهور ترکیه در یک راهپیمایی گسترده در استانبول روز شنبه یک بار دیگر حمایت خود را از حماس اعلام کرده و افزود که حماس یک سازمان تروریستی نیست بلکه یک جنبش آزادی خواه است. رهبر ترکیه در این راهپیمایی در ادامه هشدار داد که ترکیه ممکن شبانگام به غزه بیاید و جمعیتی که او را همراهی می‌کردند شعار اعزام اردوی ترکیه را سر می دادند. در واکنش یا پاسخ به اظهارات آقای اردوغان، اسرائیل دیپلمات‌های خود را از آن کشور فراخوانده و روابط دیپلماتیک تازه احیا شده میان این دو کشور را به عقب انداخته است. فکر می کنم چنین اظهارات اساساً نماد این است که ایجاد روابط حسنه به پایان رسیده است. فکر می کنم این کاملاً واضح است. این روند عادی سازی میان دو کشور که در سال 2022 آغاز شده بود، اکنون به پایان رسیده است. رئیس جمهور اردوغان ماه گذشته در نیویورک برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. پس از حمله حماس به اسرائیل، آقای اردوغان در ابتدا لفاظی های خود را کم کرد و بعد دنبال نقش میانجی میان دو کشور بود. اما با توجه به اینکه انقره از نظر دیپلماتیک به حاشیه رانده شد، اردوغان حمایت خود را از حماس اعلام کرد و آن را افزایش داد. از سوی دیگر با برگزاری مظاهرات سراسری احزاب مخالف در ترکیه علیه حمله اسرائیل در غزه، افزایش لفاظی های اردوغان نیز با عنوان تلاش برای جلوگیری از دو زدن جایگاه سیاسی و حفظ پایگاه مذهبی او تلقی می شود. اما رهبر ترکیه هفته گذشته در یک حرکت به متحدان غربی خود لایحه عضویت سویدن در ناتو را برای تصویب به پارلمان فرستاد. در آنجا آقای اردوغان برای مردم، رای دهندگان محلی و جمعیت مسلمان بازی می کند و همچنان با قبول عضویت سویدن در ناتو به غرب چیز می دهد. اما فکر نمی کنم که این طور پالیسی کار کند، زیرا آقای اردوغان اظهارات بسیار آتشین می دهد. با تشدید درگیری ها، متحدان غربی ترکیه تا حد زیاد سخنان آقای اردوغان را نادیده گرفتند، اما برخی کارشناسان هشدار می دهند که سخنان او در حمایت از گروه حماس بعید است فراموش شود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.